بچه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به نسبی هستم در خدمتونم با این ویدیو. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ بررسی ارزش خرید مچ پاس. میارزه ما سکه خرج بکنیم برای خریداری مچ پاس های ولیو و پریمیوم یا نه؟ با توجه به جوایزی که به هم میده میخوایم یه بررسی روش داشته باشیم. میارزه ما اینا رو بخریم یا نه؟ حتما قبلش ویدیو رو لایک بکنید، کانالم اگر هنوز ساب ندارید حتما ساب بکنید، زنگولیناش هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ مچ پاس و بررسی ارزش خریدش. ببینیم میارزه ما مچ پاس های ولیو و پریمیوم رو خریداری بکنیم یا نه. خب سه تا بخش مچ پاس داره، همتونم میدونی، یکی قسمت معمولیش، یکی ولیو، یکی پریمیومشه که دوتای آخری رو باید خریداری بکنیم. مچ پاس معمولی بهمون چه جوازی میده؟ بهمون هم EXP ترنینگ میده، هم نامینیتینگ کانترکت میده و هم تیکت تمدید میده که تیکت تمدیدش هم فقط یه دونه است. اما بریم سراغ مچ پاس های ولیو و پریمیوم که اینا چه جوازی بهمون میتونن بدن. خب اینا هم میتونن اکسپی ترنینگ به ما بدن، هم میتونن تیکت تمدید به ما بدن و هم نومینیتینگ کانترکت میتونیم دریافت بکنیم. اما این دو تا جایزه دیگه هم میتونیم از طریق مچ پاس های ولیو و پریمیوم دریافت بکنیم که توی معمولی نمیتونیم اینا رو بگیریم. اونا چی ان؟ اولیش میشه سکه. ما میتونیم با مچ پاس های ولیو و پریمیوم سکه هم دریافت بکنیم. در کنار سکه ما میتونیم بازیکنهای هایلایت هم بگیریم که برای مچ پاس ولیو همونطور که ملاحظه میکنید میتونیم گرت بیل رو بگیریم و برای مچ پاس پریمیوم میتونیم تادیچ رو دریافتش بکنیم. الان بریم سراغ بررسی خیلی دقیق جوایز مچ پاس های معمولی، ولیو و پریمیوم و بررسی ارزش خریدش که واقعا میارزه بخریم یا نه. اولین جایزه که میخوایم بررسی بکنیم بین این سه تا مچ پاس EXP ترنینگ هست که برای ترن کردن بازیکن ما بهش نیاز داریم. توی مچ پاس معمولی که برای همه فعاله شما میتونید 12 تا EXP 100 تایی بگیرید، 17 تا 1000 تایی میتونید بگیرید، 11 تا 4000 و در نهایت 6 تا EXP ترنینگ 10000 تایی رو میتونید دریافت بکنید که چیز تقریبا خوبیه. با خریداری مچ پاس بعدی که میشه مچ پاس ولیو شما میتونید 24 تا 1000 تایی دریافت بکنید EXP ترنینگ، 11 تا 4000 و 6 تا 10000 رو میتونید دریافت بکنید. ولی توی مچ پاس پریمیوم تعداد بسیار بیشتری EXP ترنینگ 10000 تایی میتونید دریافت بکنید. 28 تا EXP ترنینگ 10000 تایی میتونید بگیرید و در کنارش 14 تا EXP ترنینگ 1000 تایی رو میتونید دریافت بکنید. با توجه به این EXP ترنینگ ها واقعا به نظر من میارزه که مچ پاس پریمیوم خریداری بشه. بریم ببینیم که سه تا مچ پاسی که اینجا وجود دارن از لحاظ نامینیتینگ کانترکت چجوریان و هر کدومشون چه مقدار میتونه به ما نامینیتینگ کانترکت بده. خب همونطور که میدونید نامینیتینگ کانترکت ها روی همچین باکس هایی که اینجا دارید ملاحظه میکنید به دردمون میخورن که میتونیم با استفاده از اینها بازیکن های داخل این باکس ها رو بگیریم و ساینشون بکنیم. حتی جلوتر و توی آپدیت های بعدی هم باکس های جدیدتری هم اضافه میشه که اینا به دردمون میخوره نامینیتینگ کانترکت ها. اول از همه بریم سراغ مچ پاس معمولی. توی مچ پاس معمولی شما میتونید دو تا نامینیتینگ کانترکت 3 ستاره بگیرید، یه دونه 4 ستاره و یه دونه 5 ستاره. توی مچ پاس ولیو هم مثل مچ پاس معمولی میمونه، دو تا 3 ستاره، یه دونه 4 ستاره و یه دونه 5 ستاره میتونید دریافت بکنید. اما توی مچ پاس پریمیوم ما میتونیم 4 تا نامینیتینگ کانترکت 3 ستاره، یه دونه 4 ستاره و دو تا 5 ستاره بگیریم که خیلی عالی میشه. یعنی اگر شما دو تا مچ پاس پولی رو بیاد خریداری بکنید در مجموع میتونید 4 تا نامینیتینگ کانترکت 5 ستاره داشته باشید که واقعا اینا به دردتون میخورن و میتونید کلی بازیکن از باکس های نامینیتینگ کانترکت ساین بکنید. اما بریم سراغ دو تا جایزه خیلی خفن و ویژه از این مچ پاس ها که یکیشون میشه کانترکت تیکت و یکیشون میشه ای فوتبال کوین. ببینیم که وضعیت داخل سه تا مچ پاس چجوریه. توی مچ پاس معمولی شما میتونید یه دونه کانترکت تیکت بگیرید که میتونید از این کانترکت تیکت برای بازیکن لژندری که تیکت ندارن استفاده بکنید، بهشون تیکت بدید و تو ترکیبتون اینا رو استفاده بکنید. اما دیگه نمیتونید ای فوتبال کوین بگیرید توی مچ پاس معمولی. اما داخل مچ پاس های پریمیوم و ولیو شما غیر از کانترکت تیکت میتونید ای فوتبال کوین هم دریافت بکنید. اما به چه شکلی؟ توی مچ پاس ولیو شما میتونید یه دونه تیکت تمدید بگیرید، در کنارش 200 ای فوتبال کوین هم میتونید دریافت بکنید و توی مچ پاس پریمیوم میتونید یه دونه کانترکت تیکت بگیرید و در کنارش 300 تا ای فوتبال کوین دریافت بکنید. خب یه دونه حساب کتاب ساده میخوام انجام بدم خدمتتون. ببینید شما 250 تا برای ولیو اگر بیاد هزینه بکنید و یه 500 تا ای فوتبال کوین هم برای مچ پاس پریمیوم بیاد هزینه بکنید، در مجموع میشه چقدر؟ 750 تا ای فوتبال کوین.
حالا زمانی که شما میاد به مچ‌پاس هم انجام میدید، 500 تا ایفودال کوین دیگه هم میتونید از این مچ‌پاس به دست بیارید. یعنی در مجموع شما 250 تا ایفودال کوین خرج این مچ‌پاس های پریمیوم و ولیو کردید، ولی در کنارش تونستید تیکت های تمدید قرارداد بیشتری بگیرید، کلی نومینیتینگ کانترکت میتونید بگیرید، کلی ای ایکس بی ترنینگ میتونید دریافت بکنید و در کنارش دو تا کارت هایلایت هم میتونید بگیرید، یکی از گرت بیل و یکی دیگه هم از تادیچ، که واقعا به نظر من میارزه که اینجا ما بیایم 750 تا ایفودال کوین خرج مچ‌پاس بکنیم که جلوتر میتونیم 500 تا شو دوباره زنده بکنیم. در مجموع 250 تا بیشتر هزینه نکردیم و کلی ریوارد هم تونستیم کسب بکنیم. به نظر من واقعا میارزه که مچ‌پاس پریمیو و ولیو رو خریداریشو انجام بدیم. یه نکته دیگه هم که مونده در مورد مچ‌پاس ولیو و پریمیو باید خدمتتون بگم اینه که این خریدی که دارید شما اینجا انجام میدید برای بار اوله و خود کنامی 50% تخفیف روی این خریدهای شما اعمال کرده، که میشه مچ‌پاس ولیو 250 تا و مچ‌پاس پریمیوم 500 تا. اما برای سری های بعدی قراره که اینا به قیمت واقعی خودشون برگردن، که مچ‌پاس ولیو میشه 500 تا و پریمیوم میشه 1000 تا، که به نظر من الان با توجه به اینکه 50% تخفیف هم دارید و میتونید این همه ریوارد خفن هم به دست بیارید، میارزه که مچ‌پاس و خریدارشو انجام بدید. خب بچه‌ها، اینم از این ویدیو، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. همه جوایز سه تا مچ‌پاس رو با هم دیگه یه بررسی کردیم و یه مقایسه بینشون انجام دادیم. حتما حتما فراموش نکنید که ویدیو رو لایکش رو بزنید، کانالم اگر هنوز ساب نداری حتما ساب بکنید، زنگوله کناریشم بزنید. تا ویدیو بعدی میبینیمتون، خدا نگهدار.